زمان خرید ایرفون بلوتوسی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ سلام، سلمانم و اینجا استودیو باز شده. امروز میخوایم با هم توی این ویدیو در مورد این صحبت کنیم چطوری یه ایرفون بلوتوسی انتخاب کنید که زمان خرید ایرفون‌های بلوتوسی به چه نکاتی توجه کنید. همونطور که میدونید این روزا شرکت‌های زیادی هستن که ایرفون‌های بلوتوسی تولید میکنن، به همین علت تنوعی بالایی داره و ممکنه ما توی خریدمون اشتباه کنیم. توی این ویدیو قراره بهتون توضیح بدم که چجوری یه دونه ایرفون بلوتوسی خوب انتخاب کنید. ایرفون‌های بلوتوسی مزیت‌های مختلفی دارن. خب هممون میدونیم که ایرفون‌های بلوتوسی وایرلس هستن، اما ویژگی این که اونها رو منحصر به فرد کرده کوچیک بودنشونه که راحت میتونید توی جیبتون بذارید و همه جا ازش استفاده کنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ مشخص‌ها، باید بهتون بگم که قبل از خرید باید به این توجه کنید که ایرفون بلوتوسی رو واسه چه استفاده‌ای میخواید، چون این روزا توی هر رنج قیمتی شما میتونید یه ایرفون بلوتوسی انتخاب کنید. پیشنهادم به شما اینه که اگر سر و کار زیادی با ایرفون‌های بلوتوسی دارید، تماس‌های متعددی دارید و یا آهنگ زیاد گوش میدید، هزینه بیشتری کنید. به نظر من برند مهمه. تا جایی که میشه سعی کنین از برندهای معتبر خرید کنین. از اونجایی که برندها خودشون توی کیفیت خوبشون ثابت میکنن، خیال شما رو بابت خرید راحت میکنن. یه پیشنهادم بهتون بدم، تا جایی که ممکنه از هر برند گوشی که دارید از همون برند ایرفون تهیه کنید. یعنی اگه آیفون دارید ترجیحاً از ایرپاد استفاده کنید، یا اگر سامسونگ دارید گلکسی بادز بگیرید، چون توی سینک شدن با هم میتونن خیلی راحت تر باشن. مورد اول طراحی اندازه ایرفون‌های بلوتوسیه که معمولا اندازه همدیگه، اما اگر دقت کنید یه جایی بزرگتر یه جایی هم کوچیک‌تر. بعضیشون ممکنه دور گوش بیفتن و مخصوص ورزش کردن باشن یا دور گردنی باشن. البته این مشخصه بیشتر سلیقه‌ایه، ولی حتما به اندازه نوع سریع اون که سیلیکون باشه یا معمولی حتما دقت کنید. چون یکی از مزیت‌هایی که سری‌های سیلیکونی دارن، نویز کنسلینگ بهتری دارن و توی گوش راحت‌تر چفت میشن. مورد بعدی بحث صداست. معیارهای مختلفی مثل کیفیت صدا توی ایرفون‌های بلوتوسی وجود دارن که یکی از مهم‌ترین‌های اونم قطر درایور ایرفون بلوتوسیه. خیلی از ماها صدای بلند و کیفیت صدا واسمون ارزش خیلی زیادی داره. البته حواستون به این موضوع هم باشه، هرچه قطر درایور بزرگتری داشته باشین وزن بیشتری هم دارید و خب قطر ایرفونتون هم بزرگتره. میتونم بگم که توی طولانی مدت به گوشتون فشار خیلی بیشتری میاد. یکی از ویژگی‌های جذاب این روزهای ایرفون‌های بلوتوسی حذف نویزه که تقریباً به یه استاندارد تبدیل شده. ایرفون‌های بلوتوسی که نویز کنسلینگ دارن این امکان رو به شما میدن که صدای محیطتون قطع بشه و آهنگ یا پادکستی که دارید گوش میدید خیلی بیشتر بهتون کیف بده و یه تمرکز بیشتری داشته باشید. علاوه بر این بعضی از ایرفون‌های بلوتوسی میکروفونشون هم نویز کنسلینگ داره، یعنی شما موقعی که دارید با یک مخاطبتون صحبت میکنید اون صدای شما رو بدون هیچ آمبیانس یا صدای محیطی اطرافتون میتونه بشنوید. مورد چهارم که باید بهش توجه کنیم میکروفون ایرپاد است. بعضی از موقع توی هر ایرپاد ممکنه بیشتر از یه میکروفون وجود داشته باشه. اگه از اون دسته افرادی هستید که مکالمات زیادی دارید باید حتما به این نکته توجه کنید. اگر هم فقط میخواید باهاش آهنگ گوش بدید و فیلم ببینید خیلی روش حساس نشید. مورد پنجم مقاومت ایرفون است. بعضی از ایرفون‌ها در برابر گرد و غبار و آب و رطوبت مقاوم هستند که با استاندارد IPX6 اونها رو نشون میدن. X اول نشون دهنده اینه که ایرپاد شما یا همون ایرفون شما در برابر گرد و غبار چقدر مقاومه. X دوم نشون میده که چقدر مقاوم در برابر آب. هر چقدر هم X بیشتر میشه یعنی مقاومت اون در برابر آب بیشتر. مورد بعدی که باید حتما به اون توجه کنیم باتری ایرفون‌ها. ایرفون‌ها از اونجایی که وایرلس هستن یه دونه باتری داخلی دارن که خب یکی از نقاط ضعفش هم اینه که خب بعد چند ساعت کار کردن باهاش ممکنه شارژ اون ایرفون خالی بشه و اون رو مجبور باشید توی کیسش بذارید و دوباره شارژ بشه، که همون کیس هم یه باتری داخلی داره که هر کدومشون نسبت به اون ظرفیت مشخص شده اون برند میتونن شارژ دهی رو برای ایرفون‌های شما ارمغان کار بیارن. باید به این نکته هم توجه کنید که کیسای ایرفون ها هم قابل شارژ هستن که بعضیا وایرلس شارژ میشن و بعضیا هم با کابل اونا رو میتونید شارژ کنید. اگر هم فاست شارژ باشن که خب خیلی سریعتر شارژ میشن. یه روش‌های چشمی روی ایرفون ها اینه که اونا رو بتونید بهتر کنترل کنید. چون خیلی از ایرفون ها دکمه‌هایی وجود داره که میتونید رد تماس کنید، تماس رو پاسخ بدید یا بتونید ولوم موزیک رو کم و زیاد کنید. روی بعضی از ایرفون ها این کنترل به حالت لمسی تبدیل شده و خب قابلیت خیلی باحال‌تری. هرچند که ایرفون ها گران‌تر میشن، قابلیت کنترل کردن اونها هم بیشتر میشه و تجربه کاربری باحال‌تر و ردیف‌تری رو یه جورایی به مخاطب میده. مورد آخر نسخه بلوتوث، همون جوری که از اسمشون پیداست، ایرفون ها با بلوتوث به دیوایس های مختلف ما کانکت میشن. خب طبیعتاً هرچی ورژن بلوتوث جدیدتر وارد بازی بشه، خب تأخیر اونا هم کمتر میشه و برد بیشتری رو میتونن به شما بدن. همون که آخرین ویدیو همراه من بودین، لایک و سابسکرایب بیادتون نره. توی کامنت هم در اون بنویسید کدوم یکی از مشخصهای گفته شده واسه شما مهمتره. همه این ایرفون‌های بلوتوثی رو هم میتونید از سایت شهر فافا خریداری کنید که لینکش رو این پایین واسهتون میذارید. تا یه بررسی دیگه، خدا نگهدار.